رفتار ما با حیوانات چگونه باید باشه بیاریمشون توی خونه هامون رهاشون کنیم توی طبیعت یا اصلا یه گوله بزنیم به ملاجشون و خلاصشون کنیم آپارات این رو ببینید سلام خوش اومدید به آپارات این هفته حسن سرچو هستم انسان خودش رو اشرف مخلوقات میدونه و به حکم اون که احیانا عقل بیشتری داره خودش رو محق میدونه که برای مخلوقات دیگه هم تصمیم بگیره اونها رو بکشه مقتون نسل کنه یا برای گریز از تنهایی خودش اونها رو به خونه خودش بیاره و با خودش همراه کنه شادم هم آدم ها بر اساس علاقه خودشون به حیوانات خونگی بیکس و کار اونها رو میارن تا ازشون حمایت کنن و زیر بال و پرشون رو بگیرن ولی کدوم اینها درسته؟ کشتن، مقتون نصد کردن، حمایت خونگی یا آزاد گذاشتنشون در طبیعت فیلم زنجموره ساخته محمد حسن دامنزن نگاهی هست به این وضعیت آقای دوانزن متولد سال 1340 در میانه هست و مدرک کارشناسی سینما داره در کارنامه این فیلم ساز میشه به فیلم گلن برنده بهترین فیلم جشنواره فیلم کوتاه تهران و همتون فیلم ترقه برنده تندیس بهترین فیلم مستند و صداورداری در جشنواره سینما حقیقت اشاره کرد و همینطور به عنوان کاندیدای بهترین فیلم و کارگردانی در جشن خانه سینمای ایران او مسندسازی هست که آثار قابل توجه و موندنی رو در سینمای مسند ایران ساخته از جمله فیلم های ترقه و دختر فرمانفرما فرما که در همین برنامه پیش از این اونها رو دیده بودیم به جز این البته از آثار او میشه به فیلم های مثل مجتبا و به حال زندگی هم اشاره کرد فیلم های آقای دامنزن البته همواره با محدودیت هایی برای نمایش در ایران روبرو رو بودن از جمله همین فیلم زنجموره که با سانسور بخش به نمایش در اومده برای صحبت در مورد این فیلم از دو صاحب نظر دعوت کردیم که با ما باشن و به ما کمک کنند در درک بهتر فیلم شبنم طلویی مستندساز و بازیگر سینما و تئاتر و همینطور فرید اسماعیل پور مستنساز و پژوهشگر سینما هر دو از پاریس میهمانه برنامه این هفته ما هستن خیلی خوش اومدید به برنامه این هفته خب به اتفاق شما و بینندگان فیلم زنجموره ساخته محمد حسن دامان زن رو ببینیم بخن. بخن. به نظر من اصلا کار درست نیست که ایونا رو از طبیعت جدا کنیم و یه جای محصولشون کنیم اینا حق دارن که آزاد زندگی کنن طبیعت باشن هشت صبح دم شهرداری بودیم گفتم همه افرادتونم باشین و ما بشینیم مذاکره کنیم که ما بتونیم شگار رو جمع کنیم که دیگه نیاز به کشتار نباشه چطور شده این 30 سال اخیری که یاد گرفتن مردم میگن عقیم کنن و بندازن تو پناهگاه اگه بخوای عقیم نکنی بچه بیارن که خب شدن نیست برای اینکه اجبار باید به موازاتش رو تایید کنیم یکی بخیله، یکی مهربونه، یکی حسوده، یکی باهوشه، یکی ابلهه، یکی فرشت طلبه، انواع خصایص انسانی رو دارن. تصویری از سن و نگاه و تلاش متفاوت از سه زن علاقمند به حفاظت و حمایت از حیوانات در سه نقطه جغرافیه در ایران دانای کل وجود نداره توی این فیلم و این برا من خیلی نکته جذابیه به لحاظ سینمایی که روایت از طریق آدم ها داره صورت میگیره از طریق تصویر داره صورت میگیره زن جمهوری یک فیلم مستنده به نظر من هوشمند کنشگره و حساس به مسئله و موضوع اجتماعی که در روایت های رسمی بهش پرداخته نمیشه اگر ما این صحنه رو نمیدیدیم فیلم سازین رو نمیذاش اون دودی که بعد از سکشی سک و از سوزوندن اون جنازه ها میاد و آسمون تهران رو میگیره آیا میتونست این تاثیر رو بذاره؟ نه به شکل دیگری نشون داد. من نمیخوام با شما مخالفت کنم. عرض کردم این یک نگاهه و نمیشه صحت و صاحب بودنش رو ثابت کرد بر نگاه دیگری. زنجبون رو دیدیم ساختیم محمد حسن دامنزن تصویری از سن و نگاه و تلاش متفاوت از سه زن علاقمند به حفاظت و حمایت از حیوانات در سه نقطه جغرافیایی متفاوت در ایران روستایی در شیروان تهران و همینطور مهرشهر کرج فیلم در این حال تصویری از تقابل این تلاش با زبان قدرت یعنی تفنگ و گوله هست اما ببینیم که میهمانان برنامه درباره این فیلم چطور فکر میکنند شبنم طولویی مستندساز و بازیگر سینما و تئاتر. و همینطور فرید اسماعیل پور مستندساز و پژوهشگر سینما هر دو از پاریس میهمان برنامه این هفته ما هستن ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید خب گفتگو رو با شما شروع میکنیم آقای اسماعیل پور فیلم چطور فیلمی هست؟ زنجموره یک فیلم مستند به نظر من هوشمند کنشگره و حساس به مسئله و موضوع اجتماعی که در روایت های رسمی بهش پرداخته نمیشه از این باب زنجموره فیلم مهمیه و دیدنی و برای شما اهمیت فیلم چی هست خانم طولوی؟ به نظرم هم فیلم بسیار تاثیرگذاریه، گذاریه چون که گفتن هم بسیار فیلم مهمیه چون پرداختن به این موضوع به این سوژه در جامعه‌ای که با خانش ویژه‌ای از کتاب الهی و از مذهب سگ ها مر... میشه به راحتی حذفشون کرد و همونجور که در فیلم دیدیم کشتشون کارگردان میاد و روی این سوژه دست میذاره با بیان بسیار موفق سینمایی کار میکنه حساسیت برانگیزی میکنه در مخاطب سه زن رو نشون میده همونجور که شما گفتید بی اینکه بخواد قضاوت مستقیم بکنه بی اینکه بخواد جز احترام به حقوق سگ ها بخواد چیزی رو دیگه تحمیل بکنه و خود شخصیت ها هستن که دارن میبرن فیلم و جلو و همجور که حتما شما بهتر از من میدونید کارگردان توضیح میده که چقدر ساخت این فیلم براش کار پیچیده‌ای بوده یکی به دلیل تکنیکی و سرمایه‌ای و اینکه مجبور شده سه فیلم بردار عوض بکنه به دلیل اینکه در شرایطی که با سگ‌ها قرار کار بکنن و در دو فیلم بردار میرن نکته بعدی این که ایشون میگه من از نهج البلاغه تا کتب اجتماعی علوم اجتماعی رو مطالعه کردم و نظر فقه ها رو دانستم و پرسیدم خواستم تا بتونم ببینم که چگونه میتونم در واقع به شکل قانونی و مشروع بخوام از حقوق اینها دفاع بکنم یعنی تمام این بارها هم روی در واقع ذهن و دوشش بوده و بعد نتیجه شده این اثر قدرتمند خب حالا اینجایی هست که میرسیم به اینکه کارگردان کجا ایستاده همون بحث همیشه گه من و شما در مورد کنشگری یا در واقع مشاهده فیلمساز فیلم ساز در این فیلم کجا ایستاده از نظر شما به نظر من فیلم یک فیلم مشاهده ای هست فیلمساز ساز مشاهده گره و همونطور که اشاره کردن فیلم درسته که مشاهده ایه. درسته که فیلمساز قضاوت و داوریشو دخیل نمیکنه در فیلم و در قرار نمیده ولی همین قضاوت نکردن و داوری نکردن امکان فهم درست و دقیق و کامل واقعیت رو به مخاطب میده و به نظر من کنش اصلی اینجا داره اتفاق میفته دار. از اون تحودی که میتونه داشته باشه در این قضاوت نکردن خودشونشون داده من فکر کنم پس فیلم مشاهده ایه و البته کنش کرد کنشی در درون فیلم بدون اینکه در واقع فریادش بکنه به تعبیر دیگه بدون شعار و بدون هیچ اقراقی در واقع ام. و خانم طولوی این سه زنی که توی فیلم هستن و انتخاب شدن فکر میکنید که چطور بوده این انتخابا بر چه مبنایی و آیا میتونسته این طیف گسترده شکل دیگه ای داشته باشه خانمی که در روستا هستن باز کارگردان به این که بخواد هیچ شعاری بیاد بده همجور که شما گفتید یک زن مذهبی ما نماز خوندنش رو داریم میبینیم در این حال یعنی تو همون بافتی که حتی قرائت مذهبی اگر داشته باشیم یک زنی میتونه نماز بخونه میتونه به نجس و پاکی قائل باشه و میتونه اینجوری با حیوانات و به ویژه با سکا الفت داشته باشه ما اون قشن رو داریم میبینیم کسی رو داریم میبینیم که معتقد به حفاظت محیط زیست هست و معتقد است که حیوانها رو باید رها کرد البته یه تناقضی هست تو شخصیت دوم که خود خانم دندون پزشک تو خونش سگ داره ما میبینیم که دو سگ از باز فیلم هیچ قضاوتی نداره ما اینو ولی میبینیم و اینکه مثلا وقتی که ایشون میره و به اون زیبایی غذا آماده میکنه میبره در اختیار حیوانا بذاره باز میبینیم ظرف های پلاستیکی اونجا گذاشته میشه که خب باز این یه تناقضی در در واقع روشی که ایشون داره پیشنهاد میکنه داره و زن سوم رو هم که داریم میبینیم زن است که خودش رو وقف کرده برای حمایت از حیوانات آسیب دیده من یک طبقه چهارمی رو گمان میکردم که میشد فیلم در تمامیت خودش کامله گمان میکنم ولی میشد دید به چون داره در ایران ساخته میشه و به ویژه اینکه تصور اینکه داشتن سگ و حیوان خانگی سگی که ناپاک تصور میشه مگر اینکه سگ گله باشه یه عمل لوکس غربی خارجیه من و اینکه که آدم ها رو از داشتن یه زندگی نرمال طبیعی به دور میکنه چون این تصور میشه و ما در فیلمم هم میبینیم این آدم های تنهان هر کدوم و حتی مادر در واقع قسمت سوم باز انقدر زمانش صرف اینها میشه که حتی بچه گرست نمیمونه یا بهش کامل رسیدگی نمیشه من به نظرم جای این میبود برای اینکه بشه با همه اخشار جامعه ارتباط گرفت این که در یک خانواده به اصطلاح طبیعی روز... که بچه هم وجود داره جای اینکه ما ببینیم که یه سگ در ساختار یه خانواده ای که بچه هست مادر بزرگ هست فرزند است این جاش خالی بود که بگیم که لزوما نگهداری از حیوان برابر با تنهایی یا از جامعه دور افتادن یا وقف او شدن و از وظایف دیگر محروم شدن نیستش و میشه در یه زندگی روزمره عادی هم با حیوانات الفت کرد اینو من جاشو فقط خالی دیدم به تعبیر دیگه در واقع ما شخصیت هایی که میبینیم تنها هستن تو این فیلم و در واقع تنهاییشون به شکلی با اون پر شده در حالی که شکل دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه میرسیم به نکته خیلی به خاص در این فیلم جایی که خشونت علیه سکا به ارگانی به تصویر کشیده میشه و نشون داده میشه که به چه خشونتی سکا بهشون شلیک میشه به آتیش زده میشه اینها فیلمساز میخواد شلاق بزنه به ما و مستقیم ما رو بیدار کنه با شدت این خشونتی که وجود داره آقای اسماعیل پور چقدر نشون دادن خشونت بر پرده مجاز هست من قبلش میخوام یک اشاره داشته باشم به حرفای خانم تلویی درباره سه شخصیت منم موافقم که انتخاب جامعه بوده و تصویر کلی از جامعه ایران و ارتباطش با حیوان به ما میده در روستا در شهر و در طبیعت رفتار که اون خانم میکنه و غذا میبره برای حیوانات و با نظرات مختلف در با حتی چه رادیکال باشن مثل اون خانم که بگه حیوان باید برگرده با آغوش طبیعت چه کسی که فقط فعال و حمایت میکنه و اون خانم مسن روستایی اما یاد اون باشه مسئله ای که برخورد های پیش آمده با حیوانات خانگی در ایران مسئله حاکمیت ای با روستاییان و اون گذشته تاریخی که ما با حیوانات داشتیم نیست مسئله اینه که این حیوانات تصویر از شهر ایدال و از مدینه فاضله رو زیر سوال میبرند و این یک جدال شهری با یک طبقه متوسطه اتفاقی که سال اخیر تو ایران افتاده و به یک جدال بین دولت و مردم در دفاع از حقوق حیوانات خانگیشون تبدیل شده در اصل این جنگ بین این تصویره یعنی شما به عنوان شهروند دوست دارید که با حیونتون در خونه در پارک در خیابان باشید و منتفع بشید از لذات احتمالی که این همراهی برای شما داره و دولت و حاکمیت مایل نیست که شما تصویر شهر و اون قرائتش از تصویر شهر و مدینه فاضله رو و منظورم بیشتر شهر آرمانی شما مخدوش برای حکومت کرم. برگردیم به سوال شما درباره خشونت واقعیتش اینه که اگر کمی متفاوت تر به ماجرا نگاه کنیم خود حکوم... خشونت یک است و یک سنتزه و عملا اوریانی و اوج خشونت معمولا محصول اون پروسه و روند خشونته واقعیتش اینه که در آثار هنری که ما مواجه میشیم باشون در فیلم هایی که خاطرات خوبی ازشون به یاد داریم معمولا ما رو در این پروسه درگیره خشونت میکنند و اون تصویر نهایی رو به تخیل و تصور مخاطب میسپارند من فکر کنم این روش غنی روش ظریف هست داریم اینکه اون خشونت اوریان رو شما نشون بدید کما اینکه نمایش خشونت و اوریانی اون به میل آرتیست، فیلمساز، حالا نقاش برمیگرده و البته اون عرفی که یک اجتماع یک شبکه یا یک سیستم پخش تلویزیونی یا سینمایی داره که اون بالاخره خارج از حیطه نظر و نفوذ من ولی در این حال هم فیلمساز وقتی که میخواد بمیگه که توی یک اثر مستند من میخوام واقعیت رو و اون چیزی رو که اتفاق میافته به تصویر بکشم تا دیده بشه و انزجار ازش به وجود بیاد از این روش حتی اونجا هم اجازه نداره ببینید من فکر می کنم همیشه این اینها مسائل من نمیتونم حکم بدم عرض کردم از نظر منه و صرفا نظر منه ولی بین خبر و هنر یک تفاوتای وجود داره اون تصویری که اون خبری که شما میشنوید که مثلا 300 تا سگو کشتن و سوزاندن و اون که نشون دادنش به نظر من بازنم اون بازنماییه که اون خبر اون اتفاق میتونه تبدیل به هنر بکنه ترجیح و انتخاب شخصی من این نمی بود این که حالا یک انتخاب دیگری هم وجود داره که به نظر من آزارنده است البته حداقل برای من اون یه بحث دیگری خانم طولی شما چطور فکر میکنید؟ در واقع بازسازی یا بازنمایی خشونت اتفاقی که در شبکه های اجتماعی الان میافته اینه که منجر میشه به عادی سازی خشونت ولی در تماشای این فیلم من از خودم این سوال رو میکنم اگر ما این صحنه رو نمیدیدیم که اون صحنه تلخ من مطمئنم با خود من که الان این فیلم رو دیدم تا مدت ها خواهد موند به عنوان کابوس اگر ما این صحنه رو نمیدیدیم فیلم سازیم رو نمیذاش اون دودی که بعد از سک کشی و از سوزوندن اون جنازه ها میاد و آسمون تهران رو میگیره آیا میتونست این تاثیر رو بذاره و ما این دود رو مرتبط بکنیم به اون قتل عام که اتفاق افتاد و زشتی اون عمل اینجوری روی ما سنگینی بکنه آیا اگر که ما به تخیل ما واگذاشته میشد در این اتفاق مخوفی که داره متاسفانه میفته قانونی و اینه که هر سگی که کشته میشه پول میگیرن بابت گلهی که میزنن آیا میگم تمام اینها اگر اون نبود آیا این تاثیر رو, رو ما میذاش من بعید میدونم که این تاثیر رو میتونست رو ما بذاره اگر فیلمساز این انتخاب نمی کرد تو این موضوع ببینید نمونه های درخشانی تو تاریخ سینما وجود داره که این اوریانی نمایش داده نشده ولی اون تأثیر هم بوده واقعا در سینمای مستند یا داستانی؟ هم در سینمای مستند هم در سینمای داستانی واقعیتش اینه که من نمیخوام با شما مخالفت کنم عرض کردم این یک نگاهه و نمیشه صحت و صاحب بودنش رو ثابت کرد بر نگاه دیگری اونم با تحکم ابدا ولی عرض من اینه که شاید هنر و زحمت و تخصص هنرمند اینجا اون نوع بازسازی عرض من بازنماییه اون اتفاقه برای من خیلی ظریف نیست اینکه شما تصویر آخر رو ناگهان نشون بدید متوجه ارزم هستید برای همین فکر می کنم ولی ایشون که... ایشون میخوان فرهنگ سازی بکنن و میخوان یه شوکی وارد بکنن به مخاطب و در واقع یه جوری سینمای متحده شما فکر میکنید که سوال واقعا منم دارم میکنم الان با. با دیدن فیلم فکر میکنید اگر این نبود آیا تاثیر میذاشت؟ شد به شکل دیگری نشون داد میدونید مثلا دست دست سگی که از گوشه برزنت یک وانت بیرون افتاده و این وانت داره میره یک کود دای انباری از توده ای از جنازه های سگ و چیزهای دیگر حالا من نمیخوام جای فیلمساز بشنم. بشم این حقم ندارم ولی عرض من اینه که روش خیلی هنرمندانه هنرمندانه نیست اینطوری به دل واقعیت زدن و هر چه هست رو برداشتن و فیلم کردن حالا کمی از این بحث خشونت بیایم بیرون که بحث ده ده پیچیده ای هست و به هر حال پاسخ قطعی و روشنی هم در موردش وجود نداره یعنی واقعا خیلی از موارد نمیشه پاسخی براش پیدا کرد بپردازیم به بیان سینماتیک فیلم که واقعا به لحاظ بصری و به لحاظ قرار گرفتن همه عناصر کنار همدیگه خیلی جا خیلی خوب کارکرد داره فیلمساز تصمیمش رو گرفته که مصاحبه توی فیلم نذاره ولی به شیوه دیگه ای قصه روایت کنه برای ما از اون شیوه دیگه بگید آقای اسماعیل پور نکته این جالب اینجاست به خاطر اینکه نشون میده فیلمساز فکر کرده و تحقیق کرده کوشیده روش رو برای روایت فیلمش انتخاب کنه که روش هم بدی هست و هم کارا همونطور که گفتید فیلمساز ابدا مصاحبه نمیکنه اگر هم مصاحبه کردی یا صداهایی رو ما میشنویم به شکل وایس اوور اینو میشنویم و صدایی که رو تصویر از همون صدای خانم ها روی تصاویری که در حال انجام دادن کاری هستن ما میشنویم ولی اومده به کمک تلفن و به بهانه تلفن یک گفتگوی درونی فوق العاده جذاب و به نظر من موثر در فیلم ایجاد کرده این سه تا خانم سه تا شخصیت در سه تا جغرافیای مختلف هستن با سه تا نگاه مختلف از حامی حیوانات هستن عملاً سه تا خط موازی هستن و با هوشمندی فیلمساز اینها رو هرگز به هم نمیرسونه شاید فیلمساز دیگری ترجیح میداد یا دوست میداشت اینا رو در یک انجمنی یا در یک شهری به هم برسونه کنار هم بذاره به من اینجا هوشمندی فیلمساز بوده که این انتخاب نکرده به جای اون برای اینکه این, این بود، این نبود ارتباط بین اینا شک بگیره به طور مشخص اون دوتا خانمی خانومی که در تهران و کرج هستن و در برابر هم قرار میده عرض میکنم چطوری اکثر اوقات وقتی که ما میخوایم اطلاعاتی به دست بیاریم از شخصیت ها مشخصا شخصیت های شهریمون چون شخصی اینها دارن با تلفن صحبت میکنن مواردی هست که با جراح صحبت میکنه خانومی که پ... پناهگاه حیوانات دارن یا خانومی که در روستا هستن با قصاب یا دیگران صحبت میکنن ولی به طور عمومی برای اینکه اطلاعات رو به ما بدن دو تا خانمی که در تهران و کرش در و کرج هستن با تلفن حرف میزنن و گویی با کسی دارن حرف میزنن طی اون صحبت کردن که گاهی باسازی گاهی باسازی خیلی دقیق و ظریف نیست ولی بالاخره به این بهانه اطلاعات رو در اختیار با میذارن اوج این استفاده زمانی هست که فکر کنم حدود دقیقه 42 فیلم باشه سن که دو تا هردو هر دو در ماشین های خودشون هستن و دارن با تلفن صحبت میکنن و گویی اینها دارن با هم حرف میزنن یعنی یک مسئله مطرح یک مسئله مطرح میکنه که ما حق نداریم حیوانات رو داشته باشیم به تو خیلی رادیکال و آرمانی میگه حیونا باید برن توی طبیعت و دیگری جواب میده که چرا ما باید پناهگاه حیوانات داشته باشیم و این دیالوگ شکل میگیره به نظر من هوشمندی فیلم سازه گرچه تصویر رو عکس کرده برای که بتونه اون زاویه رو ایجاد کنه و اون خانم دندون گویی که سوار ماشین انگلیسی هستن انگلیسی, از انگلیسی بله. هستن به خاطر اون ضرورت شعری شاید و تصویری ولی واقعیتش که به نظر من خیلی استفاده هوشمندانه بوده و به طرف از ابزار بیانی سینما استفاده کرده و ما عملا با سینما مواجهیم و خب جای تقدیر داره واقعا و این بیان سینمایی از نظر شما چگونه بوده توی فیلم خانم تولوی؟ دقیقا همین نکاتی که گفتن خیلی بر من تاثیر گذار بود یه نکته دیگه این که مسئله نریشن که در سینمای مستند خیلی استفاده میشه من خودم نریشن رو خیلی دوست دارم تو کار خودم هم گذاشتم چون قصه گویی رو دوست دارم ولی باز در جای دیگری ایشون وقتی میخوان از در مورد قوانین در مورد نبودن حقوق حیوانات در مورد جلسه شهرداری همه اینا توضیح بدن باز با حذف این توضیحات خانومی که حمایت میکنن از حیوانات در کرج ایشون باز دارن با تلفن صحبت میکنن تو شرایط دیگری دارن توضیح میدن یعنی کاملا دانای کل وجود نداره توی این فیلم و این برا من خیلی نکته جذابی به لحاظ سینمایی که روایت از طریق آدم ها داره صورت میگیره از طریق تصویر داره صورت میگیره خانمی که در روستا هست روایت رو خود راه خود مسیر خود قدماش خود سرما اینا داره روایت میکنه هیچ کس نمیاد روی فیلم به ما اطلاعاتی بده و ما کاملا با فیلم همراه میشیم ب... من معمولا حکم در تایید شما معمولا حکم نمیدم ولی واقعیتش اینه که یه مثالی هست میگن وقتی یکی جلوی دوربین شما بشینه و بگه که یک اتفاقی افتاد تعریف کنه اینجا سینما معمولا رخ نداده ولی اگر همون آدم جلوی دوربین شما اونو نشون بده اون اتفاق که افتاده رو یا بازنمایی کنه اینجا سینما رخ داده واقعاً هم این یکی از نقا... نقاط قوت این فیلم این هست که با عمل و رفتار و اکت پیش میره تا فقط گفتگو و اون صحبت هم حتی باز میره توی تلفن اون بهانه زیبایی که باز ساخته برای این فیلم مشخصه ولی خب اگه در عین حال بخوایم ب... جدی هم به این تمهید نگاه کنیم تمهیدی که تکرار میشه و تنوع نداره و همین کمی مشکل ساز میشه برای همین از یک جایی به بعد دیگه باورپذیری ما یا علاقه ما رو کمتر میکنه چون تکرار وقتی تنوع نداشته باشه آسیب میزنه به اون هدف یا مقصدی که در پی داشتیم فیلم ساختارش تا حدودی دربارش صحبت کردیم اینکه برها نریشه نداره اینکه بر مبنای یک گفتگو شکل گرفته و فیلمساز سعی کرده یک گفتگوی درونی, درونی رو در فیلمش به وجود بیاره و بر این مبنا پیش ببره در این حال قضاوت هم نمیکنه و به خصوص تو نیمه اول فیلم حالا به خصوص چند دقیقه اول یک بیان فوق سینماتیک داره یعنی ما رو وارد یه فضا میکنه بدون اینکه دیالوگی بشنویم چیزی شنیده بشه صدایی باشه با چند تا تصویر و فضا سازی سینمایی خیلی درخشان استفاده از صدای مناسب ما رو وارد این فضا میکنه و قصهش رو میگه تو ادامه قصه به هر به اون قدرتمندی نمیتونه بره چون ساختار فیلم تغییر میکنه و شکل دیگه ای پیدا میکنه راجب این شیوه روایی شما صحبت میفرمایید ببینید همین اشاره که کردید به نظر من اشاره مهمیه در ابتدا که واقعا جذب کننده از شروع فیلم شروع جذابیه استفاده درست از فضا و جغرافیا ببینید در اون فضای فراخ و گسترده روستا حیوانات عملا آزادن درست در حیات خونه روستایی اون زندگی میکنن ولی مسئله جا و فضا ندارند احساس تنگی فضا به شما و به اون اصولا دست نمیده ولی واقعا وقتی وارد شهر میشیم چه در خونه اون خانومی که پناهگاه حیوانات دارند چه در فضاهای شهری چه در پناهگاه حیوانات دچار خفگی میشیم کاملا احساس تنگی و تعذب به اون دست میده به نظر من اینا از استفاده درست اون واقعیت داره نشون میده ولی همیشه تمهیدهایی هست برای اینکه واقعیت دقیق تر نشون داده بشه و شما بتونید مقایسه کنید این فضا رو با فضای ابتدایی فیلم. نظر اینا از نکات مثبت فیلم هست. درخواسوسی خیلی ممنون متشکرم فرصت بیشتری برای صحبت در مورد این فیلم نیست بقیه در واقع اظهار نظرها و گفتگوها رو به خود بیننده ها میسپریم که درباره این فیلم فکر کنن و فکر کنن که چقدر تأثیر گذار بوده. از طریق همون راههای ارتباطی که اینجا داره زیرنویس میشه با ما در ارتباط باشید. و دیدگاه و نظراتتون رو در این باره برای ما بنویسید درباره فیلم و همچنین درباره بسکی بعد از فیلم انجام شد خب به اتفاق میهمانان برنامه تا فرصتی دیگه بدرود و پاینده باشید خیلی ممنونم از <applause>